Stop executing Kurds in Iran. Stop executing Kurds in Iran. Stop killing innocent Kurds. Stop killing innocent Kurds. زندانی کرد حیدر قربانی 28 آذر ماه بدون اطلاع خانوادش و حتی وکیلش اعدام شد و پیکر اون بعد مخفیانه دفن شده. در اعتراض به حکم اعدام حیدر قربانی واکنش‌های بسیار در داخل و در مجامع بین‌المللی داشته. امروز کردهای ساکن واشنگتن دی سی در اعتراض به حکم اعدام او در تجمعی در مقابل وزارت خارجه آمریکا گرد آمدند. تصاویری از حیدر قربانی در دست دارن و شعارهای علیه جمهوری اسلامی میدن و خواستار پایان دادن به کشتار کردهای ساکن ایران شدن. در کنار من آرش صالح نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در آمریکا هست. آقای صالح، هدف تو از برگزاری چنین تجمعاتی چیست و فکر میکنید چقدر میتونه بر روی افکار عمومی تاثیر داشته باشه؟ این تجمع رو در واقع کردهای امریکایی مقیم منطقه دی سی و ویرجینیا و مریلند ترتیب دادن و هدفشون اینه که به گوش وزارت خارجهشون و در واقع دولت خودشون که دولت امریکا هست برسونن که راضی نیستن از این رویکردی که دولت امریکا داره به نسبت مسائل حقوق بشر در ایران و علل خصوص در مورد مسائل کردها. هدف از اینه که در واقع به این استیت دپارتمنت، به این وزارت خارجه و به ادمنستریشن یا دولت آمریکا در واقع این پیام منتقل بشه که مردم داخل ایران هم راضی نیستن از این وضعیت و بسیار به سطوح اومدن از این که در واقع رویکرد دولت آمریکا مبتنی بر اینه که در واقع سکوت بکنه و مسائل حقوق بشر رو کاملا به محاق ببره و اصلا ازش بحثی به عمل نیاره، صرفا به خاطر اینکه میخواد این گفتگوهایی که در مورد مسائل هستی است معلوم نیست که اصلا در واقع به جایی برسن ادامه پیدا بکنه. در سنندج و شهرهای دیگر ایران هم در اعتراض به حکم اعدام حیدر قربانی مردم در خانه ها ماندن و در محل کارشون حضور نیافتند. اکثر مغازه‌ها و حتی بازارها تعطیل شده و شهر خلوت هستش.